Uh, امیدوارم با این مثال کوچیک دیگه تمام این کاستوم uh, فیلد رو متوجه شده باشید برای اطلاعات بیشتر uh, داخل advancedcustomfields.com میرید و داخل documentation کد uh, اگزامپل و میتونید اینجا تمام اون کارهایی که شما میتونید با کداش انجام بدید رو انجام بدید میبینید که من این مثالی که زدم رو از همین کدها گرفتم آوردم فقط باید بفهمید که این کدها چی میگن به شما و جالب اینجاست که این کدها رو هم برای شما رنگی کرده که راحت بتونید بفهمید اما این کاستوم فیلدز تنها فیلد های یا فیلد هایی که شما فکر میکنید رو نداره ببینید تکست ایریا داره میتونه وقتی ما زدیم تکست دیدید که شما فقط تکست رو دارید الان اینجا نشون داره میده به شما نگاه میکنید این یه تکسته این پایینی ویزی هست و خب شما میتونید خیلی چیزهای دیگه اضافه بکنید مثل شماره مثل ایمیل مثل پسورد مثل عکس مثل فایل یعنی ببینید وردپرس انقدر بزرگ هست انقدر پلاگیناش آدم رو سردرگرم میکنه که من اگر بخوام ویدیو بسازم برای وردپرس شاید کل کانال رو اختصاص بدم به وردپرس ولی من اینجا نیستم من اینجا نیستم که بخوام فقط به وردپرس بپردازم باید خیلی چیزهای دیگر هم در نظر بگیرم فقط من دارم به شما تو این کورس آخر میگم که چطوری از پلاگین ها استفاده بکنید یکی از پلاگین های معروف این هست ببینید باز هم چویس دارید مثل ترو and فالس دارید تمام این کارهایی که من کردم اینا رو دونه دونه باید برید امتحان بکنید خودتون یاد بگیرید و بفهمید نمیتونم بگم که مثلا هر کدومش رو چجوری میتونید کد کدشو بنویسید ببینید گوگل مپ هم داره شما میتونید گوگل مپ اضافه کنید یعنی من اول این کورس دیدید که یک راهی رو به شما یاد دادم که یک مپ رو عکسش رو بتونید اضافه بکنید با ساختن یک ویجت یا یک پلاگین ولی میبینید می که با این پلاگین های فوق العاده فوق خوبه وردپرس احتیاجی ندارید که هیچ پلاگین یا یک هیچ ویجتی بسازید اه, ترج, هر ویجتی شما بخواید توی وردپرس ساخته شده تقریبا 27 هزار پلاگین ساخته شده توی ویژت و برای هر پلاگینی که مهر اوکی زده روش وردپرس ده تا دیگه پلاگین از سرگوشش زده بیرون فقط انقدر وردپرس پلاگین هاش بزرگ و خیلی خوب کار میکنه و بدونید که وقتی پلاگینی که شما از اینجا دانلود میکنید توسط وردپرس مهر اوکی زده شده روش یعنی پلاگینی هستش که وردپرس خودش تایید میکنه پلاگین های معروف دیگه ای رو که من میخوام به شما بگم باش کار بکنید اولین پلاگینی که برای ای کامرس خوبه مثلا شما یک وبسایتی میخواید درست بکنید که یه اجناستون رو از داخل اون وبسایت بفروشید پلاگینی که میتونه خیلی خوب باشه به نام ایزی اولین پلاگین خوبش رو آخر معرفی میکنم ولی ایزی دیجیتال دانلودز پلاگین هست ایزی دیجیتال دانلود یک بهترین پلاگین ای کامرس هست حالا نمیدونم خوشیدون میاد من درسشو بدم یا نه. اما این پلاگینی هست که اینجوری میتونید دمو دموش رو ببینید و مثلا شما یک چیزی رو میخواید بخرید انتخاب میکنید پرچرز رو میزنید میره داخل بسکتتون این بغل و اینجا میتونید چیکار بکنید چک اوت بکنید وقتی خواستید چک اوت بکنید میبینید که SSL هم باید بخرید و وقتی SSL رو خریدید میتونید چیکار بکنید اینجا حساب بکنید اسم آدرس اینا رجیستر بکنید این خیلی پلاگین خوبی است ایزی دیجیتال دانلود و پلاگین بعدی که برای ایکامرس به شما پیشنهاد میکنم بعد از ای ایزی دیجیتال دانلود یه سایتی هست به نام شاپیفای خب شاپیفای خیلی معروفه کسی که میخواد یک سایتی درست بکنه که بره اجناسش رو بفروشه میاد از این شاپفای درست میکنه خب ولی میتونید اینتگریتش بکنید این ای e کامرس رو با وردپرس یعنی شما یک حالا شاید بپرسید چرا من میخوام اینتگریت بکنم اینتگریت یعنی چی یعنی که اول یه وبسایت شاپیفای درست بکنید و برید اون اجناسی که داخلش دارید و بیاید کد رو امبد بکنید داخل وردپرس این کار خوبه نمیگم خیلی خوبه اما میگم بد نیست خوبه میتونید همچین همچی کاری بکنید اما وقتی که شما دارید شاپیفای ثبت نام میکنید خود شاپیفای به شما یک وبسایت میده دیگه لزومی نداره بیاد داخل به وردپرس این کار رو انجام بدید وبسایت بهترین پلاگین ای کامرس برای وردپرس وو کامرس است وو کامرس بهترین پلاگین وردپرس برای ساخت فروختن اجناستون است این پلاگین هست به اسم وو. وو کامرس که دیمز به شما میده و خیلی کارا دیگه انجام میده به شما اگر دمو داشت میتونستید ببینید اما این ویدیوش رو بخواید نگاه بکنید اینجا چیکار میکنه میگه به شما که ووکامرس چی هست توضیح میده به شما میگه پلاگینش رو میتونید اینجوری اضافه بکنید دیگه اینا همش کار کردن با پلاگینه یعنی من اگر این ویدیو رو بزرگ بکنم خواهید دید که این ب... به شما این سمت راست یه سری پلاگین میده و باعث میشه که شما کار بکنید اجناستون رو بفروشید و این خودش برای خودش یه کورس جدا داره که بخواید این کار رو انجام بدید باشه این خیلی پلاگین خوبی هست پس شما وقتی وو کامرس رو دانلود میکنید یک گوشه به شما چی میده وو کامرس میده یک منوی وو کامرس میده با این وو کامرس میتونید اکستنشنهاش رو دانلود بکنید میتونید با پیپال پرداخت بکنید میتونید با استرایپ پرداخت بکنید ببین استرایپ یکی از وبسایت های خیلی خوب هست که شما میتونید کردیت کارت رو داخلش کار بکنید رجیستر uh, بکنید همین کاری که من خودم هم کردم و برید داکیومنتیشنش رو بخون داکیومنتیشنش خیلی پیشرفته است یعنی آمیانه بگم پیپال میذاره توی جیبه شما خیلی از دیدید که وبسایتشون پیپال داره خود ای بی از پیپال استفاده میکنه میدونید چی میگم ولی استرایپ قویتر از پیپال هست به خاطر اینکه وقتی شما بخواید یک چیزی رو پرداخت بکنید پی از داخل وبسایتتون مشتریتون رو میبره به صفحه پیپال و پیپال وقتی پرداخت کرد دوباره ریدایرکت میکنه شما رو پیپال به وبسایت مشتریتون رو به وبسایت خودتون برمیگردن اما این اصلا این کار رو نمیکنه همینجا حساب کتاب میکنید شماره کارتتون رو میزنید و چک اوت میکنید همون همه رو داخل وبسایت شما انجام میده و این ووکامرس این کارا رو میگه که من میتونم برای شما انجام بدم خود شاپیفای هم از استرایپ استفاده کرده پس اینجا اگر تایپ بکنید وو کامرس سرچ بزنید میبینید که وو کامرس پلاگینش میاد اینجا بالا و ببینید چقدر وو کامرس براتون چیکار میکنه پلاگین خودش اکستنشن داره یعنی باز هم نگاه بکنید اگر من دوباره برم وو کامرس بریم اصلا سایتش رو یه سر بزنیم اکستنشن هم شما نگاه بکنید ببینید دیمز داره من اگر بزنم all دیم package میبینید که یه سری پوسته ها رو داره پوسته اول که اگر بزنید ببینید میبینید که هزینه داره میبینید 300 خورد 400 خورده ای هزینه داره ولی شما اگر بخواید ای e کامرس برای وردپرس میبینید که این یک پوستشه بر از سایت شما دقیقا سایت شما همین و اینجا نوشته بای ناو یعنی بخر و اینجا میگه اد تو کارت اضافه کن به بسکت رو الا آخر تمام اینا رو میگه این کار انجام وقتی میزنید بای ناو شما رو میندازه به اینجا اگر لایو دمو رو بزنم میبینید که اینجا زده بای now دوباره این یعنی پوسته رو بخر نمیگه که چیکار بکنم اینجا بزنم اد تو کارت یعنی اضافه کن به باسکت. ویو کارت بسکت من رو ببین و اینجا میتونید چیکار بکنید کوپون رو اضافه کنید و اینا ببین چقدر این گوکامرس پیشرفته است که وقتی شما بخواید پراسید چک اوت رو بزنید میگه که چی اسم و آدرس تو وارد بکن شماره اوردرت اینه میخوای با چی پرداخت کنی میخوای با بانک میخوای با پیپال میخوای با چک پرداخت کنید پس این کارا رو میتونید با این ای e کامرس انجام بدید خیلی پیشرفته هست این و کامرس که شما میتونید باش انجام بدید در همین جا فعلا درس وردپرس تموم میشه کلش تمام میشه من دیگه در مورد وردپرس فعلا ویدیو نخواهم ساخت هر کاری شما بخواید با وردپرس انجام بدید خیلی پلاگین های بزرگی هست که شما میتونید باش دانلودشون بکنید ازش استفاده بکنید وردپرس بخ... گفتم به خاطر این معروفه که خیلی راحت میشه ازش کار کشید خیلی راحت میشه باش کار کرد پلاگین های زیادی رو داره برنامه نویس ها باش راحت ترن کلن اگر توی فایندر می دیدید پوشه هایی که به شما میده سه تا پوشه بیشتر نیست یعنی هرچی در مورد ادمینستریتور که این صفحه هست داخل WP ادمین هست هرچی در مورد کود ها کلاس های سایت هست که اینجاست که اصلا شما نباید برید داخل WP اینکلود دست بزنید به اینا اینا تمام کلاس هایی هستش که شما برای وردپرس ساختید یعنی خود وردپرس ساخته برای شما و به شما داده و شما خواهید استفاده خواهید کرد این پوشه است که WP Content که تمام کاراتون رو شما داخل این پوشه انجام میدید و این فایل ها هم فقط باش WP Config کار دارید WP Content دیمزش هست که وقتی شما داخل یه پوشه هستید کارهایی که میخواد با تون برای پوستتون انجام میدید باقیش دیگه پلاگین و ویجت هست که بهتون یاد دادم باز دارم اینا رو دوره میکنم براتون و هر پلاگینی رو خواستید استفاده بکنید باید برید داخل سایتش مثلا همون ووکامرس برید داکیومنتشنش رو بخونید ببینید چه کارها رو می میشه باش کرد اینجا ساپورت داره اکستنشن رو میتونید ببینید دیمزش رو میتونید ببینید و اینجا داکیومنتشنش رو میتونید ببینید داکیومنتشنش تقریبا به شما میگه که, که چیکار بکنید چه چجوریه اینا همش کارهایی هست که شما میتونید برید رجوع بکنید بهش و ازش استفاده بکنید این API داکیومنتیشنش میگه که چه فانکشن هایی رو شما میتونید ازش استفاده بکنید و اینا خیلی کامله دیگه همین امیدوارم که خوشتون اومده باشه از وردپرس جلسات وردپرس شما الان قادرید که پوست از صفر بسازید زیر پوسته بسازید پلاگین بسازید ویجت بسازید تکسانومی بسازید یعنی از اینا بسازید میتونید وبسایتتون رو کانتکت فرم بسازید میتونید با پلاگین ها کار بکنید میتونید اس او وبسایتتون رو ببرید بالا هر کاری بخواید با وردپرس به عنوان وب برنامه نویس یا وب دیزاینر انجام بدید میتونید راحت با وردپرس انجام بدید با این آموزش هایی که من تا حالا گذاشتم فعلا خدافظی